امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. قصه‌ای که امروز میخوام براتون بگم یکی از قصه‌های مورد علاقمه. آماده، به جای خود و شروع. خانم ها و آقایان، این شما و این برنده بود. امیدوارم که شما هم خیلی ازش لذت ببرید. درست پس من. روزی روزگاری در سرزمینی به اسم مونیخ که اگه از دوستای بین المللین باشین خیلی ازتون دوره، در حاشیه شهر یه ساختمان آجری قدیمی بود. این ساختمان یه کارخونه یه قفل ساز محترم به نام هانس واگنر بود. اون زمانی مرد خانواده دوست و زحمت کشی بود، یکی از ارکان جامعه، تا اینکه همسر پسرش به طرز دردناکی فوت کردن و در سالهای زوالش بود که بزرگترین کارش واقعا شروع شد. مجموعه 4 گاف صندوق که هر کدوم به یکی از اپراهای افسانه ریچارد واگنر اختصاص داشت، 4 اپرای حماسی که ریشه در اسطوره شناسی اسکاندیناوی داشتند. این 4 گاف صندوق عبارت بودند از داس راین گولد یا طلای راین، دیوالکیور یا ورکوری، زیگفرید و در نهایت گوتر دامروک که اونو به اسم غروب خدایانم میشناسن. در نظر هانس واگنر، قفل یا گاف صندوق حکم معما را داشت. این معما تنها به دست کسانی قابل حل هستن که ارزش اسرار درونشون رو میدونن. در افسانه اومده اگه سعی کنین قفلاشو به زور باز کنین، محتویات اون نابود شده و برای همیشه محروم میشه. ولی کار هانس با این مجموعه داستان حلقه نبلونگ تموم نمیشه. یه گاف صندوق دیگه هم مونده بود که بسازه. گاف صندوقی که کل زندگیش به سمتش روانه بوده و قادر تمام غم و اندوهش رو برای همیشه تو خودش محفوظ کنه. مردم سعی کردن که واگنر رو از قبری که برای خودش ساخته بود آزاد کنند، ولی کارش چنان ظریف بود که موفق نشدند. گاف صندوقی که واگنر در اون مرد هرگز باز نشد. مانند یه قبر عمل کرد و اونو به همراه جسدی که هنوز درون خودش داشت به درون اقیانوس انداختند. رایگولد، والکوری و زیگفرید همه در دسترس عمومند. لوکیشن اونا یکی از بزرگترین اسرار باز کردن گاف صندوق دنیا است، ولی کسی خبر نداره که گوتر دامرونگ چه سرانجامی داشته. آره، مخاطبای من تو ویدیوی امروز دوستا و طرفدارای بین المللیم هستن همشون. لودویگ دیتر، گاف صندوق بازکن شگفت انگیز. ما زیر نظرت داشتیم. من عضو یه گروهی هم که دست به ثروتهای بانکی بین المللی میزنه و میخوام تو رو استخدام کنم. این فرصت تنها شانس ما نیست، تنها شانس تو هم هست. میخوام به بچه ها معرفیت کنم. کورینا یه هکر کاربلد. ما از منابع مختلفی موقعیت دقیق 3 گاف صندوق رو پیدا کردیم. تونیم بگیریمش. خیلی ممنون. رالف، راننده فراره من. موفق شدید. برید برید برید. بجام دیگه. همش به خاطر اسطوره شده و آخرین نفر که چیزی از بقیه کم نداره قهرمان لایو اکشن آقای براد کیج. سوالی نداری؟ نه خیلی زیاد. چند ست داری چیکار میکنی؟ دارم ابزار کارم رو گرم میکنم. خیلی خوب، اینم از ویدیوی من. ممنون که تماشا کردین. با ارتش سارقان. Dr. Mike, you and I should stay in touch.
I'd do anything to save a life. That's the hunt. And consume blood. Michael. When you're strong, remember your pain. We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. When you're strong, the other half wants to control you. Hey. But I don't know what I'm capable of. You save lives, you don't take them. And you control it. I don't know. Half the city wants to kill you. Are you here to heal the world? Or to destroy it? Who the hell are you, man? I am Venom. بالا تکون نخور. داشتم دنبالت میگشتم بتمن. تو چی کار کردی؟ از اینجا ببنینش. این شاه بشکه باروتیه که ریدلر کبریتشه. من میتونم از پس خودم بر بیام، مثل نور که وقتی میره تو آسمون فقط واسه خبر کردن من نیست، بلکه هشداری برای اونا. یه چیزو برام توضیح بده. تو میتونی به هر جایی که میخوایی بری، درسته؟ به هر خط زمانی که بخوای و به هر دنیایی که بخوای. از چرا میخوای بمونی اینجا و واسه این دنیا به جنگی؟ هستی؟ تو با تغییر دادن گذشته آینده رو تغییر دادی. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد.